سلام برای یوتیوب سال خصوصی هستم روز با رضا فرشته میخوایم راجع به تاثیرات مشروب توی محیط های پابلیک پابلیک چی میشه فارسی؟ عمومی در جاهای عمومی تاثیرات مشروب چیه؟ اوکی اوکی, اوکی نیست خاطرات ما این صحبت هست چطوری رضا جون. ما ببینیم من چاکرتم خیلی مخلصتم خیلی آدم خوبه خدمت شما دوستان عزیز. آقا من اومدم یه سوال مطرح. آیا به نظر تو با نادیده گرفتن قانون و هر چیزی هر جایی مصرف کردن نوشیدنی الکلی تو فضای عمومی چیز اوکیه یا تو رو بگاه میده من میخوام من خودم یه تجربه دارم شخصی میدونم تو هم تجربه خفن شخصی داری میخوام که اینو با هم دیگه جور شیر بکنم حالا میخوای تو اول شروع کن من شروع کنم فرقی تو, تو شروع کن اصلا قضیه چیه میخوام شروع بکنم من اولین چیز میگم نه مصرف کردن الکل تو فضای عمومی تو پیاده باشی بالاخره تو رو میتونه به بده یعنی یه چیزیه که من میگم که آقا آدم تو سن پایین میگه نه بابا میزنیم چیزی نمیشه اوکی نه بابا این حرفات چی مال بقیه است مشکلات مال بقیه است برام مشکل پیش نمیاد که من نه تصادف میکنم نه چیزی هوشیارم ولی تجربه من ثابت کرده که همه چیز توی یه لحظه است که تو دقیقا تو اون لحظه اصلا فکر هستی ولی مستی مثل آدمی که نفهمه نمیدونه نفهمه ولی نفهمه بقیه میفهمه که نفهمه چیزی فقط یه اضافه کنم من دقیقا همین احساس داشتم وقتی بچه بودم گفتم نه من رو کنترل مشروب هم مشروب میخوام راندگی میکنم باشه نره و مشروب میخوام راندگی میکردم بعد یه روز داشتم برشم خونه دقیقا چهارراه آخری بودم که یه چهار قرمز بود وقتی سبتشم میبیشم چپ میبیشم راست خونم اونجا بود اینجوری چرا قرمزه بود بعد من یه خوابم برد بعد یه بیدار شدم دیدم هنوز پشت چرا قرمزه ولی نمیدونستم مثلا سه تا چرا قرمزه گذاشته همونه اون روز فهمیدم که بدون اینکه بفهمی یهو میری پس تو واقعا دست تو نیستش از اون روز دیگه حتی یک بار مشروب راندگ نکردم حالا این اتفاق رو من کی بفهمم وقتی که با ماشین رفتم تو فلان ننه یه نفر رو کشتم تموم بعد دیگه هیچ کاش نمیتونی بکنی نمیتونی بزنی بگم بیا برگردم درستش کنم میبینی زندگی توی لحظه فاکت اپ شد تموم شد قایده شدی بعد هیچ قانونی پشت نیست چون تو الان تو اون لحظه ضد قانونی تو یعنی هیچ کی ازت حمایت نمیکنه نه تو بیمت ازت حمایت میکنه هیچ کی میاد تو رفتاری کردی خودتی و خودتی بعد میبینی سری مثلا مصرف کردن چون تو شاید توی تصادف اگه باعث این بشه یک نفر جونش شاید دست بده قانون بیاد یک جوری شرط وضع بکنه بگه این تصادف وحشتناکی بوده و به عنوان قاتل تو رو نشناسن ولی آدم الکلی همه عنوان قاتل میشناسن پشت فرما هیچ قانونی ازت حمایت نمیکنه اول این بدترین چیزش که بعد بدونن آدم‌ها ولی همه میخورن من میخوام بدترین تجربه همون برای من یه تجربه خیلی عجیبیه اگه بخوام بگم به من گفتی بچه رضا به من اینو س... گفت گفت بخوای تجربه بگم گفتم بس اگه میشه بنویس که <تص> یادت نره گفتش که چی یادم بره ننم چیجی شده از شب بهش فکر میکنه قبل خواه من چند با تیکه اصابی داشتم من چند با تیکه اصابی داشتم سرش یعنی اصلا میزدم ببین داستان من اینجوری میشه که نه سال پیش من عاشق یه کسی تو خانوادم میشم که همسن مامانم بود اخو اخو. چجوری یه روز زیبای سیزده بدره که همه میرن موس تعطیلات بیرون با خانواده و اینا من رفت بچون خودم دو آتی زادم ما رفته بودیم روستامون زیر درخت خوشگله نشسته بود این خیلی خوب خانم بعد این طلاق هم گرفته بود حالا. بگم من اینو خیلی وقت بود نایده آخرین بار یه تصویر خیلی زیبای ازش تو آدم بود و بودم اما فکرانی چه خوشی کنم این رفتیم اونجا یه مراسمی بود من اینو میگم علت داره این چرا من بگاه رفتم سر این خانوم من بگاه یه مراسمی دارن که ور میگردن هم کاهو میزنن تو سکنجبین میخورن و مثلا این مراسمی که بود چه خوب اینا این بعدش ما مغز کاهو داد همزمان که این داد باد زد تو موهاش. این موهاش بلون چشهایش سبز بود یو خندید من یو اصلا من هم کرکسیف و اینا یه ای کاهو گرفت به من یهو همونجا عبر یه جوری من جلو آفتاب سینماتیک نور رو من شک کردم من اصلا خوشم بودم من, من هم موقع یه آهنگم هم پخش بودم امید میگو ناز نگاه تو باده ناب من بهترین حالت واسه جفتگیری و عاشق شدن بود اون سحنه من رفتم تو کافه آقا این رفقه های ما ببین میگن آدم جوونه سیس سی داری نمیفهمه هیجانی اینه ما داریم درس عبرت میگیم بر اصلا که این کارا خوبه رفیق ما اومد گفتش که ببین تو حالت بده نمیتونی بری بگی همه میکنن تو خانواده پدرت در میکنه تو دهنت نمیتونی ولش کن بیا اینجا بشین مشروب بخور آروم بشی این برنامه 6 هفته پیاده میشد میرفتیم اونجا مشروب میخوردیم مست میکردیم من میرفتم دارم خونه اینا اینا هم تگری میزدن یعنی هیچ موقع نشد ما آروم بشیم چون الکل احساسات آدم رو بیشتر میکنه میل جنسی تو رو میبره بالا یعنی تو رو بیشتر به حالت حالتهایی میرسونه که تو احساسی و اموشنال تر هستی وقتی الکل مصرف میکنی که این اموشنال دلسته. میتونه همون احساساتی باشه که تو با کسی درگیری فیزیکی ایجاد بکنی یا میکلاف بکنی یا رانندگی تون بخوای بکنی فیرلس بشی اینا همش اموشنال بودن آدم میده مخصوصا واسه آدمی که سنش پایین تر و این داستان یک باری که من هم تخصصی داشتم وقتی من شروع میخوریم هر باری که سوار نقل نقلی میشدم تصادف میکردم یعنی توی کسیر ترین حالت ها. یعنی مثلا خود من راننده خودم رانندگی میکردم فکر میکردم اوکی هم فکر مرسد مقدی میگم حتی ممکنه تو رو یه جوری دیگه بگاه بده داستانی که من بخوام میگم یک بگاهیه که تو اتفاق خاصی برات میفته ولی یه جای قرار میگیری که الازه قانونی بگاه میری. من حتی یه بار حتی بوده که دوستم شاهد این بود که ما یه مسیری با هم رفتیم خیلی سلامت رسیدیم من دند لقب گفتم خدافیزی کنم چون مس بودم نفهمم رفتم تو کامیون کامیون ما تو صندلی عقب به همین راحتی من ماشین رو به کامیون پارک بود من خیلی آروم دا... نمیفهمیدم دیگه آدم مس نمیفهمه خلاصه این رفیق ما ما گفتم میخوام من در خونه اینا گفت جون مادرت بی خیال شو نه جون تو بریم من یه من پنجره اینو نگاه کنم جونم بچه‌ بودیم دیگه گفت پپ من بش ماشین رو یه ماشین قرازه داشتین گفتش که تو تو به هیچ چون پشت رو نشین با تجربه که دارین بزن من بشینم بریم من که عینک هم نداشتم با توش آستیگماته یعنی تو اگه مثلا شهروت دره احساس میکنم سه تا کیره میره تو هم, هم بر میزنه بیرون یه وضعیت من عینک نداشتم این ماشین این فرمایش اینجوری روی جوب بود نشستی و نشستم و روشن کن روشن کرد همون رفت جلو رفت تو جوب اصلا حرکت نکردیم رفت تو جوب من گوش کردم گفتم ببین میخوای من بشینم بریم گفت به شرطی که رعایت کنی گفتم باشه بیا پایین تو که رفتی تو جیو بزن حالا من <applause> مادرمون رو میگم این وضعیت حداقا من میرم بعد بگا میریم تو اصلا نمیتونی بری آقا ما بلند شدیم با رفتیم بریم ما تو ماشین مشروع مصرف میکردیم و آهنگ و اینا یهو رسیدیم به ایسته بهش میگن چی راهبر تو ایران یه ایستایی هست به راهبر کلی ماشین نیروی راهنمای رانندگی میاد وای میسته توی یه پیچای خاصی یقتو میگیره اینجا میگه بزن با کلی درجه دار کلی آدم یه حالت مانور میمونه که یه ماشین باشه ما رسیدیم به این من تپش قلب بعد رفتیم جلو گفتم ببین حرف نزن گفت پس چجوری گفتم دهنت کاری کن فاصله داشته باشی گفت اوکی گفتم اوکی دیگه آروم پیاده شو ماشین ماره تو مدارکشو نشون بده حرف نزن بریم این فهم میخواد چک کنه گو اوکی این پیاده شو در ماشین رو واکر اینجوری یه زد به مهموره یارو در من تو آنی های کرد گفت, گفت مستی دیجی کرد کم نه اینو گفت اینو گفت مادرم ما گفت کم نه اینو گفت مادر ما شد. بیا اینجا بیا اینجا گفتم ببین نکن چیز نکن برو جلو حرف نزن چرا این حرفو دیگه نه بر راستشو بگی راستشو بگی ولی گفتم تو گوه خودی راستشو بگی ولت میکنن ما جرم کردیم رفت جلو دیدم از تو آینه یه دستگاه کرد تو دهنش بنگو فوت کن بعد داش حرف میزد یه سرباز اومد بغل من گفت داداش رفیقت به گارف پیاده شو ای ماشین برو گفتم اس اموشنال من برم من رفیقم رو ول کنم برم الان میام درستش میکنم شما برو اونور من پیاده شدم گفتم سناب جناب سر گفت خفه شو بیا اینجا فوت کن <applause> گفت من یه حرف بدم بیا فوت کن با حرف میزنیم نمیدونم عدد اون چند بود برای من 32 تا مثبت بالاتر از اون بود دستمند رو در آورد کانادا سفر ما ممیز هشت <laughs> به یک <يمشن> <برصفق> <laughs> برای من سی و تا عددم بالاتر از اون بود من نمیدونم یادم نمیاد چی بود گفت تو سی و تا این یادمه و راننده هم من بودم بعد اومد این دستبند رو زد من همچنین مثلا تا دستبند نایده بودم مثلا داشته میدونم عاشقی کنم دستبند رو زد به من دستبند رو زد به بعد این منو کرد تو بعد من گفتم بیا این بغل جوب گفت همینجا وایسی من عقل عقلمون کار میکرد تو مرسی زنگ به کسی بزنیم نه چیزی نمی... اصلا نم... گاهی گاهیشو نمیفهمیدم ببین الکل چیکار میکنه که گاهیشو نمیفهمیدم پلیس منو گرفته با شروع کردم گپ زدن نگو اینا زنگ زدن را... رابر راهبر نمیتونه تو رو ببره رابر ماشین تو میگیره زنگ میزنه به کسی ماشین ببر پارکینگ زنگ میزنه مامور پلیس کلانتری بیا تو رو ببره اوکی ما فکر کردیم اینا میخوان ما رو تنبیه لسانی بکنن و ول بکنن ولی متوجه وجود دستمند نمیشدیم تو هستی منم گفتم بلند من هستم گفتم ببین گریه کن گریه کن این ما رو ول میکنن اینا من گفت آره گریه کن من قبل بلند میگفتم اونم شنید <تصحیح> گریه کن چی منو هولا تو ماشین این دست من بود این بغل من دستش به این بود یوها اینجوری کرد من نمیدونم فلانم یارو زد تو گوش این من گفتم مادر یارو دو زد گفتم مادر این داستان چی بود این میزد اینو دستمند من تنگ میشد دردم میگرفت فرفیقم میگفتم مادر نکش. در نکش نمیتونستم حرف بزنم از درد مادر جنه. این یارو مأمور میگم با مامورم. به من نمیرسید اینو میزد انقدر زد که این دستمند میزد دستمند قطع میکرد دست اصلا بعضی بود آقا جون مادر از اول او با, با کی گفتم به خدا می این چرا بهش میگفتم مادر نه زنی بود نمیگفت شما هست اینو گفت گفت حرف اینو یه خاره واک کرد و چیز کرد و اینو دو داستان داره اینو واک کرد و یه خوره شلش کرد ما شده اقب من پشت راننده راننده یه دونه سرباز یه درجه دار پلیس از اون کلانتری اون منطقه نشسته سندلی صندلی شاگرد رفیق منم پشت شاگرد این کسی که زده بود رفیق منو همین درجه داری بود که پشت فرمون نشسته بود ما رفتیم توی کوچه دیدیم که یه نفر داشت با سیخ پشت ماشینی رو با کرد درجه داره پیاده شد اونم گرفت داشت که اونو میگرفت تو ماشین رفیق من جوید. من کارم اینجا تموم شد دهن اینو میگم کدوم خفه جو این اینو گفت این یارو اومد سوار ماشین کرد دوزده ماشین را اومد اونم نشون بغل ما اینور من قیافه یارو کپ کوپ کپ شوهر سابق همی که من عاشقش بود من عشقم زد <applause> اصلا عین سی بودی که وسط ریده بوشیر ببین کپی این من این نگاه میکردم آهنگه من تو چشم من و من آروم شدم اینا داد بیداد میکردن من واسه آروم الکل حالا دوره من رو تو مدد برد تو اساسا دست من ما رو پیاده کردم دمه یک کلانتری اونجا یارو اینجوری که تونل وحشت گفتم که من اهل شهر بازی نیستم گفت نه عزیزم با تونل گفت تونل باشه گفتم خیلی از میگم چرا گفتش سربازه رفته بود گفته بود که بهت گفته دهنتو تو میگم ما رو پیاده کرد اونجا گفتم آقا من گفتم اینجوری به من به خدا ربطی نداره اون پیاده من رفتم گفتم آقا اینو نزنین این پدرش یهودیه نمیفهم هیچ چیزا اینم چی دری وری به یارو میگفتم گفتم گفتم چش گفتم الان میریم اینجا یه تعهدی از اون میگیرن میگن غلطا دیگه نکنید الکل مصرف نکنید میرین دیگه انقدر چیز نکن ما رو بردن گذاشتن تو کجا یه قسمتی داره واسه شیفت شبه اسمش یادم نمیاد دقیقا چی بود یه معمور نشسته اونجا مردم بیرون سر هم دیگه دارن داد میزنن نصف شب ما با لباس تو خونه با دمپایی من دمپ گفتم بریم یه قدم خونش بیایم دیگه من نمیخواستم اتفاق بیفته با دمپایی ما رو گذاشتن پشت این کلم آدم بغل ما مجرم توی ایران کسانی که مواد مصرف میکنن جرمشون سیاسیه بندشون و همه چیشون از آدمایی که مثلا زد و خورد کردن الکولینا همش یکی سیا... اینا سیاسی هم. جدا میکننشون ولی اول که میگیرن میارن یه قسمت این نکته جالبیه که داره یه یورو بغل ما بود به جور مواد اینو گرفته بودن و اینا ما نشسته بودیم اونجا پشت من مستی دیگه دستمندن با کرده بودن میرفتم رو میز یارو من نگاه میکرد من عرق ازم میریخ پایین چشها قرمز میزدم رو منگنش اینجوری تخت هی میزدم بعد میگفت بعد میرفت اون درگیر کارش هم بود نمیتونست کاری بکنه بگه سرواز بین اینو بکن دوش کارش من دو دارم میزدم رو منگنش اینجوری نکن دیگه پسر زنه من رو کل سالان زد تو خنده و لحجه شمالی هیچ من منو جدا کرده برو برایش شیم فلان نکو گفتم من تشنه دارم میمیرم خواهش میکنم به ما آب بدید گولش با ورد آب بده دیدم سربازه داره یه سماور بزرگ بلند پهن و روی چهار پایه مال سماور کل اون کلان تری میبره پایین گفتم آقا توش آب بخورم گفت نه عزیزم کثیفه دارم اینا بشم گفتم بده من عزیزم بده من گفت نکنه گفتم آقا بده شما نمیدونی چیزی مست نمیفهمیدم سماور رو از این گرفتم من رفته بود ببین چه اتفاقی افتاده بود که به من فرداش رفیق من گفت میگفت از تو بالای شیشه تو رو اینجوری نگاه میکردن تو رفته بودی جلوی کلانتری یه گیت داره یه کانسکه که معموله که در آبان میکنه ماشین کلانتری بره یه شیر پشت این کانکسی که دراز میاد میره توی خیابون دم جوب بیرون کلانتری تک و تنها من نشسته بودم داشتم با ریکا و اسکاش توی اینو میشستم میتونستم فرار کنم نمیرفتم داشتم کارم انجام میدادم و اینا واسطاده بودن و بالا من رو نگاه میکنم گفتم ولش کنی اگه رفت بذارید بره اگه رفت بذارید بره به دوست گفتم. گفتم گفت, بره. گفت بره. ببین چی خوردی که ببین دور رفیقت داره چیکار میکنه من کل نه این سماور شستم تمیز کردم آب گفتم جناب تر آب آب کن. من تو این شستم تمیز شد گذاشتم رو پایه پر کردم از شیرش هم خوردم اومدیم تو اومدیم تو من امروی برگشت گفت به یارو که بلنشو تو چیز مواد داشتی خالکوی مالکوی رو بدنت دیستانه واسه پروندت فلانت بیسارت پای پی چیزی اینا مثال داریم چی؟ که جلسه همون دان که بودیم خانوم گفت سیگار سیگارمون فندک همجوری حرف میتونه <تصفح> دندون نداشت اون جیر رو با فندک بزن ما فندک رو <تص correr> روشن کردیم خانم فرار کرد ما رو گرفته با خنده صحبت می‌کرد کو کو خال کوبی نداری گفت یه دونه یا علی رو گردنم دارم گفت در لباسات باید چک بشه چک میکنم اینا که اینجوری سیاسی های اینجور موادن رو <تص> بدنشون <تص> رو چک میکنن و چیزایی که دارن حالا مریضی کرمه چه هرچی نمیدونم یارو لباس رو در تمامش تارن کبوت و تطوه شمشی رو شنیدونم فلان و اینا یه پایپ هم از جیب عقب شیشیش افتاد رو زمین گفتم قربان من پایپتون همونه گفتم مادر یارو یارو <applause> بردن یارو بردن با اون یارو به ما گفتن بنداتونو بند کفش کمر بند گردم من هر چی دارید در بیارید گفتم به هم ببین اینا دارن ما رو تنبیه میکنن اینا رو همون میگیرن میگن چرا این کار کردید ما میریم به من کیف گفت جدی میگم آقا در آوردیم و دست ما رو سربانه گرفت کردمون تو سلول کردمون تو سلول اونجا کلی آدم لات و لوت این ببین از کجا به کجا من رسیدم یا مادرم دیدم الکل چیکار میکنه من رفتم تو سلول دیدم کلی آدم ارازل اون تهش خوابیدن اونجا نصف شب بود دیگه این یارو هم که شبیه شوهر این فامیل بود اونجا خوابیده این رفیق من جاشو انداخت یه گوش اصلا فکر کنم رفیق من تو سلول بزرگ شده بود همونجا قشنگ جاشو مرتب کرد پتو پتو میپیچی گذاشت سرش خوابید من چسبیدم به دیوار اینو نگاه میکردم قیافه اینو اینجوری میکردم ناز نگاه تو یه تا خفه شو من داد نزن سربازه در میگه خفه میشه بیام تو دوباره رو میخوام ادامه کردم مست و خرابم کن یارو یارو گفت... گنده بوده یارو تو سلول بود یارو به جور قمیگش گرفت بود من با این درگیر بودم شما خوابیدیم ما خوابی دیم؟ صبح بلند شدیم دیدیم پیرمرد اون پشت بغل کرده چی کار با من کرده بود نمیدونم یه پیرمرد من پشت بغل کرده وقتی من خواب بلند شدم <مسطخ> 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 ما بلند کردن گفتم با بلایشی کجا وزرا وزرا بعد بری وزرا گفتم وزرا چی اینجوری گفتم الان میریم اتاق سرکلان تری من صحبت میکنم بعد نگو ما مثل که تیاری هم رفیقم هم زدور لباسم تمام لباس من تیاری بوده ولی <تصفح> من تو شب ولی من تو شب نمیدیدم تمیز میدیدم خدا این الکل چیکار میکرد من به این تیاری رو تمام لباس من بوده این تیاری زده بوده تو ماشین رو من من نمیدونم کجا تیاری زده بوده واو. <تصفح> بعد چه چقدر بالا بودم من هنوز مست بودم ما رو آوردن و حل نشد وزرا یه سرباز توپل دادن به ما وزرا. وزرا حالا وزرا ما رو پیاده کردم من با دمپایی لباس تگری گوشواره مو انقدر که رفته تو هم تو هم وضعیتی اینم پیاده شد دست همه مردم او, او ببین اینا قصد کردن اینا اصلا هفت و بزو کردن آوردم ما اصلا چیکاری بچ ما رو کردن تو وزرا وزرا میری توش سمت راستش تهش یه دونه زندان داره یه زندان که رو به یه قفس داره این قفس کیج ما رو کردن تو اون کیجه. این سربازای شهرستانی خیلی پسر ساده هم بود تازه اومده بود لپگولی توپل نپل بعد وسطش ریده بودم 20 نفر ما اون تو بودیم تو هم لول میزدیم مردم بیرون بودن اینجا دیدم تشکی ریده بوی این انه میمد من با الکل من, من هول و منو هول این اینا که روشون اینا من دست به دست کردن تیاری نذار کله منم میده کردن آقا بیا اینو ببر اونا گفتن بیا اینو ببر من د... من رو میدیدم بوش میومد، اومد من گفت آقا من دلم سوخت بیاد بیرون ما دست من بعد انقدر ساده و پلش بودی که یه دقیقه شما وایسید اینجا من یه کاری دارم الان میرم انجام میدم میام باشه برو گفتم ما رو دروازه بشین بالا میبرید واسم گفتم فلانی رفتم فلان بریم شیکاگو بگیریم و کیک بخوریم گفت دستبند داریم گفتم خودش گفت میریم میایم دیگه ما که فرار نمیکنیم که کاری نداریم که بیچ ما با اون وضعیت رو افتادیم اونجا بود سرباز ما رو ول کرد با دستبند <applause> دسته با هم دستیده چهار تا کوچه برو بالای یه دونه سوپرمارکت از شیکاگو داشم میمردم رفتم اونجا شیکاگو آقا دو نخ سیگارم هم میدی اومدم حساب کنم دستبند دیدی رید گفت مهمون ما باشه امروز نه تو را خدا بفرمایید <applause> ملت همینجوری استاد من اینو نمی کردم سیگار می آره ببین برها گفت تو <تص> چرا به مادر من گفتی جنده گفتم من گفتم رو در بیارم گفت تاثیری نداشت داش من بحثا می کردیم ما هم دیگه اومدیم اومدیم زنگ زدیم رفتیم تو اومدیم برگشتیم رفتیم تو سر تو کجا نشی ما میگم شمالی بود بابا ما اینجا جوش کردم قربونت برم فدات گفتم آقا این گوشی تو میدیم ما زنگ میزنیم خانواده اونجوری نمیشه ما برداشتیم زنگ زدیم اولین رفیق زنگ داداشش داداشش حالا کیه پت میپوشه رفته تو بانک کار میکنه تو خونه من انقدر تگری زده شب مشروب خورده بود من باهاشم گیتار زدم رفیقم رفت کار کنه گفت ما شبو نمیخوابیم چون تو نمیذاری ما بخوابیم دفعه هفتم تو داری تگری میزنی شب روز میای میخوابیم تو تگری تو بزن صبح برو بانک یه پست خیلی بالایی تو بانک داشتی که بانک زنگ زد به داداش چیزی کرد گفت اینجوری شده چیزی کرد اونم شلاق زد تو شلاق زد درنه گفتم مامان مادر بس که به جای بیاد سند بذاره گفت اینم بابا قاطی گفت این مادرش مادر من گفتم نه این مادر دیسته. گفت بابا داداش نگفت مادر جان برا ما چ... ما زنگ زدیم گفتم الو فقط یارو کم میذاشت دیگه تلفن گفتم الو منو گرفتم وزرا خدافس سکته کرد اکنون پشت بود ببین الکل چیکار با تو میکنه ما رفتیم اونجا پایین صدا شلاق ای احکام شق میزدن و اینا به منم گفته بودن که آقا تو اوزاد خراب راننده ما ما رو بردن بالا یه دفتری بود و اونجا گذاشتن یه دونه مدیر دفتری که میاد با تو صحبت میکنه که وقت بده بیرو اتاق باسپورس رفتم تو اتاق مدیر بود چیزه گفت چی کاره گفتم آره من مثلا میخور زبان و اینا چیزه چون که انگلیسی حرف زدن با چون که انگلیسی حرف زدم تو انگلیسی من گفتش که تو ریدی فقط برو بگو من نکردم گفتم اصلا ول کن تو اصلا برو من این کارا نکن اصلا خرابه با این کاری که کردی گفتم باش ما نشستیم بیرون ما نشستیم بیرون همه دعوا میکردن با هم مثلا ساقی گرفته بودن ام با آدمو تو میدیدی کت شلواری پیرمرد اینجوری اومده مثلا الکلی مثلا دفعه هفتمشو گرفتن زن که رد میشد مجرم همه سکوت میکردن مامور و مردم و همه زن رد دوره بارا 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 دوره گفته جا برو دفتر واسپور تفتیم در با واسپور سو بک سلام کی راننده گفت شما ماشین مالکی کی این گفت ماله من گفت کی راننده بوده گفتم من گفت شما حدی یعنی اوضاد خرابه شما با میتونی فیش حقوقی اینا بذاری در بیای بیرون تا ساعت دو زهر وقت دارید بعد از اون میرید زندان برای من وسیقه بزرگ میلیونی جد حد من. من اومدم زنگ زدیم دور آقا اینجوریه ساعت چنده؟ ساعت ده بستم که ما زنگ زده بودیم اومدم من هم صدا عربده کشی داریم میده پایین گفتم به این سروزه گفتم جمع سروان یا بریم پایین بینیم چی شده رفتیم پایین تر رو تو سالن دیدم من با بزرگم اومده من با بزرگم پولاره ولی پولارهای مثل خودمون داد تمام سندای های زمین زده بود زیر دستش به این گفتی ولی کارچناسایی نداشت گفت همه تو <تص> رو یارو گفت آجا شما کارچناسایی بذاری بعد اجری میکرس از گفت پیر مرد بیشور کیه گفتم نمیدنم این بدم زیاد پیدا میشم بریم من نگفتم با من نگفتم با یارو بازه ریده تو <تص> اونجا دوست گفتم بگم یه حبسم برای من میبرم زنم مدام گفتم نه نه بابا, بابا بلنشی بلند یعنی ساعت شد یک من دو میان میبرن زندان فردا تعطیل من یه روز تو زندانم به خاطر اینکه خواستم فقط بگم نماز نگاه تو رفتیم <applause> ما زنگ زدیم و اومدن و من نشستم شروع کردم نهجل براقه خوندم جلدن یه باز پرسیم گفتم حضرت علی میفرماد هر مسلمانی که خفه چیز ای 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 نکن اینقدر الکل خورده بودی که در صد در هم فلان بوده پشت ماشین نشستی داری من چیز میگه آره با ما یه صحبت کرد دلش سوخت به ما تخفیف داد به ما تخفیف و داد و اینا گفتش که آقا برید تا روز دادگاه یعنی ما تونستیم فقط بیرون بمونیم تا دادگاه هیچ چی دیگه ما رفتیم واسه دادگاه دادگاه هم رفتیم اونجا و من گفتم آره تو فلان فیلم من کار کردم و آهنگ و اینجوری اینجوری این آرو خور نگاه کرد و فلان و گفت ما رو بخشید این شد درس عبرت و که چک به کجا که کشیده نمیشی با یه الکل خودم تو مکان اومی و همون اومدیم بیرون رفتیم و همون ارمنی عرق گرفتیم و جشن آزادیمونو رو گرفتیم بالا هفت بعدش هم ما رو این بدتری هفت روز بعدش من فقط یه تیکه بهت بگم انقدر حرفه ای بودم رو چمنای اوتوانه همت میدویدم پلیس دنبالم که منو نگیره چون دستم بگیره که اونم میزنه داشتم صاحب دقیقا بغل برج میلاد بودم چمنه رو اومدم پایین شیرجه دادم رفتم پایین موندن اون بالا پیاده شدم فرار کردم دیگه فردی نبود بفرمایید این وضعیت دعوت کردم خیلی من... اپیزود حال داد واقعا خیلی خیلی باحال بود خیلی با این حال که جوک تایم داشت آموزندم بود فانی تایمش خوب بود مرسی که منو با دعوت کردی سوال بپرسید دمتون گرم بچه ها ما فقط میگم همیشه آرزو میگم یه چیزی بهتون یاد بدیم یه چیزی بخندون نمیتون و نگه یاد بدیم یه اکسپرینسی که ما تجربه کردیم ما تجربه شو در اختیارتون میذاریم دیگه شما با این تجربه چیکار میکنین رئیس خودتونین برای هم که با من برای کانسالتیشن اینا وقت میگیرن از تک تکتون تک تشکر میکنم که به زندگیتون رو دارین بهتر میکنین مرسی که به گوش میدین و به مسیج میزنین میگین اینجوری شد اونجوری شد عشق میکنم امیدوارم آدمای بیشتری بتونم کمک کنم هر کسی خواست کمک کنه یعنی هر کسی خواست من کمکش کنم توی اینستاگرام به من مسیج بزنه برای وقت گرفتن I love you چکس